خاک تو سر تو که آبرو آدم رو میبری. بر سر ارسطو با این آخر آقابتی که پیدا کردی. من ارسطو عامل، فامیلترین این فامیل، باید از پشت دیوارهای بلند زندان پاشم بیام اینجا بمونم پشت دیوارهای بلند قلعه دیو سیاه. اجازه نمیدم. آقای نقی معمولی، من پسر خاله بعدی برای تو بودم. توی تلخی ها و شیرینی ها من کنار تو نبودم؟ بهترین بود. چطور اون موقع که من پول داشتم دستم توی جیبم بود مثل فرش قرمز جلو من پهن میشد؟ من هنو فرش قرمز زیر پهن. منو پشت در خونه تو بمونم؟ بابا من که تازه رسیدم. از من که دیگه نگو آقا، اینجا کوتاه بلند بزرگ کوچیک این خونه هر کاری انجام میدن از دست تو میگیرم. به من که دیگه نگو. ببین اون خرمایی که تو خوردی من با هستش تسبیح درست کردم آقا نقی. ارسطو جان، راست میگه، بیا اینقدر هرس نخور، بیا بریم تو خونه یه جیلی چای یه چیزی بخور. بیا 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 بیا. خانم فهیمه معمولی، من پسر خاله بعدی براش بودم. کم توی مرگ اون خدا بیا امروز بهبود عزیز من تو سرکله خودم کوبیدم. کم اومدی توی بوتیک من شال شال پیران پیران شلوار شلوار من گذاشتم توی کیفت، نذاشتم دست بکنی توی جیبت. یه لحظه من اجازه بده من خاطر کار دارم. صحبتشو بکن. صحبت میکنی آقای بهداشت فریبا؟ من پسر خاله مامانی بعدی بودم برای شما. چی شد؟ من برای شما پسرخاله مادر بدی بودم؟ خیلی. اون زمان که رفتیم ترکیه 15,000 دلار پول بی زبون ما رو برداشتی آتش کشیدی. من چیزی به تو گفتم؟ خیلی. غیر از اینکه اومدیم اینجا دلار دلار 50 دلار 50 دلار نصف نیمه این پول رو من دادی، من چیزی گفتم به تو؟ خیلی. چطور اون موقع عمو به نام من بستی؟ الان برداشتی در رو بستی؟ آقا من چه دری رو تو بستم؟ من داشتم با میتا چیز باز باشگاه صحبت میکردم. اصلا صدای تو رو نشنیدم. من اون ور بودم، اون اتاق بودم. ارسطو جان بذار من برات توضیح بدم. نمیخوام شهرش دارم. خانم هما سعادت. خانم هما سعادت. جان. آیا من پسرخاله شوهر بدی بودم برای شما؟ خیلی. حضرت عباسی. یک بار در طول این یک سال شما نیومدی ملاقاتی من، برای چی؟ اشکال نداره ولی چرا درو بروی من بستی؟ نه نه من درو نبستم. ارسطو من که نمیتونستم بیام ملاقاتت، که من اصلا فامیلی درجه یک تو نیستم. من اصلا نمیتونستم بیام ملاقات تو. تو باید درخواست میدادی، میگفتی من. آه ببخشید. بله بله. من درو نبستم. عذرخواهی میکنم. ببخشید وقتی پسر خاله من اینجوری رفتار میکنه من از زنش چه انتظاری داشته باشم؟ بذار میگم علکی اصلی نشه. آقا بلکن. آقا بذار برم دنبال کارم. آخه من آدمی ام که به زنم حق کنم این کار انجام بده اون کار انجام نده. من آدمیم که دستور بخوام ساز. آما جان تو خودت میدونی، بیا اینو حالی کن این چرته بده نگه دیگه بابا. آقا نقی تا اون علاقای علیاباد حکم میکنی قارقار کنن یا نکنن، دیکتاتور درون تو بکش. پسر خاله یک بار برای همیشه دیکتاتور درون تو بکش. پسر خاله جان اگر درد خالی بذار کنار عزیز من. پسر خاله جان سخت نگیر. بله چشم پسر خاله، چشم آقای تقی معمولی. اگه برای هر کسی پسرخالگی نکردم برای تو بیشتر از لیاقتت من کردم. خدا شاهد همین بلکن آقا بلکن آقا، اون موقعی که به اینا میگفتی در وا نکنی باید به اون زمانی فکر میکردی که به خاطر اینقدر. آخ 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 عمو پنجلی، پدر پنجلی، عزیز دل، کجایی کجایی که ببینین این قوم با من چه ها که نکردن. بله دیگه، خونه‌ای که بزرگ توش نباشه صفا نیست، صمیمیت نیست. در خونه رو وا نمی‌کنم برای مهمون که خدا شاهده، خدا شاهده اگه اون پیر حال روز خوبی داشت، پرپای خوبی داشت، میومد زندان روزی 10 بار ملاقات می‌کرد. آخ پسر خاله، داغ ما رو تازه کردی پسر خاله. اگه بدونی داغ پدری چقدر سخته. آخ خب منم فکر کردم همین داغ دل عمون شما رو بریده که نمیان به ما سر بزنید. نمیدونستم که دوست نداری سر به تن من باشه. نه ارسطو این چه حرفیه؟ من خودم برای همین اومدم بیرون. در باز نمی کنم، بروی من در باز نمی کنم. خدا شاهده از زندان که اومدم همش به یادم اون پنجلی بودم. رفتم سر خاک. خدا تو رو بیام باشه. ای امو پنجلی فدای بیخاکیت بشم من. آخ پاشو از در که گذاشت بیرون یه نفس پنجلی پنجلی میکرد. اصلا تا دانشگاه بال بال زد. روزای آخر فقط اسم تو رو میآورد، انگار میدونستی که تو رو نمیبینه. همش حالا اگه میگفتیم رفتی زندان که زودتر تجزیه میشد. خیلی منو دوست. من اگه پنجلی بود نمیذاشت تو پشت در بمونی. چرت و پرت داری میگی چی آقا جان؟ آقا نمیذاری صحبت کنه آدم میتره که دیگه. یه دبه سرکه شما میذاری تای زیر زمین، بعد یه ساعت میری یه دستی میکشی روش، دستمال میکشی روش، بو میکنی نگندیده باشه. مگه زهر موریه بچه؟ یه سال اونجا مون تو اون هلفتونی، یک سال و 13 روز، یه سال و 13 روز مون تو هلفتونی، یکی نرف یه دست نوازش بکشه سر این. واقعیت تلخ پسر خاله عزیز. من اینا سوا کو، من خودم با این خانواده مشکل دارم. منم هر جا باقی بری میرسونمت. فقط من سویچ بگیرم. فهم سویچ کو. صبر کن. از این به بعد راه عامل ها از معمولی ها جدا شد. دیدار به قیامت. چه خبره؟ کیه باز؟
مامان جمیله است چیکار کنم؟ اخ ترمیناتور اومد. وا نکنید خانم، بگو وا نکنید. نه وا نکنید. بذارید همه بدونن این در به روی همه بسته است. وا نکنید. گفته باشم بعدا نگین نگفتید. اگر میخواین این زن زنده بمونه در وا نکنید. وا کنم. بی کسی تو کتک بزنه؟ وا نکنم. وا نکن. آجی جون چرا چرت و پرت میگی؟ وا نکنی چیه؟ همین وا نکنی باعث این سوء تفاهم شده. بذار تکلیف روشن شه. اگر دفعه پیش شما در روا کرده بودین، بله، جمیله رو با عرسو اشتباه نمیگرفتین، الان این اتفاقات نمیافتاد. آخه این درسته که ایشون الان بالاشه بیاد اینجا به من تهمت ناروا بزنه؟ درسته؟ نه. اونم شمایی که از ایشون برای من عزیزتری. بله، بله. ما دیوانه ایم. ما رعایت حال دایی تغییر رو کردیم. گفتیم در خلوت کتک خورده، در جمع دیگه کتک نخوره. آخه جمیله خیلی بددست شده. چند تو رو خدا خانوادگی منو دست نندازین. آقا پسرخاله جان ما که دروغ نداریم بگیم که همسایه ها این عزر دست پای جمیل نجات دادن. اگه میومد دوباره اینو میزد. اینا فکر کردن که شما جمیله ای در وا کنید. آقا در وا کنید. وا نکنید. اربای خاک بابا وا نکنید. وا نکنید. بده بیا تو رو کتک بزنی باور. تو یه چیزی بگو. در وا کن. وا نکنید. باز نکنیم نمیره. سارا رو بگو در وا کن. در وا کن بزنی کتک بزنی. تو رو خدا این کارو با من نکن. تمام تنم درد میکنه. آقا اسیاد من وا نکنید. در وا شما ما جمیل جان خوبی؟ چه سلامی چه علیکی؟ خوبه جمعتون همه جمعه. آره فقط زنده ایش کمه. بیتش تمام کن. میای پایین یا بیام بالا؟ سلام عروساله. حالا شما خوبه؟ خوب هستید؟ عروسی خوشی؟ آره خوشم. معلوم نیست. کاش یه موتو تو تن این پسر خالت بود. کاش این یه خورده ارزه داشت. چرا بی محل میکشید اینو مینداختن زندان من دستش راحت میشدم. این چه حرفیه جمیلی زشته؟ دست شما درد. هر دم از این باغ بری میرسد. جمیل جان حرف نادرستی زدی. به شوهرت هر چیزی خواستی میتونی بگی، ولی پسرخاله من خط قرمز منه. جمیله گفته باشه جمیله بار آخرت باشه ها. من اینجوری نبین. من قاطی میکنم میام پایین. فهمه به کی داری میگی دوز؟ دوستی دیگه. دوزه میگه شخودم داره. خجالت بکش. خجالت خود بکش. بذار بگه من میدونم یه حرفی تا توی فامیل دهن فک فامیل 10000 بار نگشته باشه اینجا در حضور من تکرار نمیشه. ای بابا دیگه چی گفتن؟ دوز جانی قاتل معاند مفسد فی الارض مفسد خانم. من که دیدی برگشتم گفتم پسرخاله من خط قرمز منه. نگفتم من پسرخاله به دل نگیر. این حرف داری اکی میشنوی جمیل است دیگه. چه انتظار داری؟ فهیم میام بالا تو رو میام بالا تو رو تو دهنت ها. آرام باش. اصلا ببینم شوهر من الان اینجا چیکار میکنه؟ شما به چه مجوزی شوهر من اینجا قایم کردید؟ قایم نکردیم که. بابا شوهر تو اون منزل برادرشه. کجا اومده مگه؟ فلک زده از دست من فرار کردی پناه آوردی به اینا؟ اینایی که سهمت خوردن؟ کی سهم کیو خورده؟ هی گفتید معتاده عملی داره زدین تو سرش. جمیل خانم عذرخواهی میکنم، ما الان پیش پای شما بحث دیگه ای رو باز کرده بود. تو حرف نزن. من اومدم تکلیف خودم رو روشن کنم. اون خاک بسر که نمیتونه حقشو بگیره. من اومدم حق خودم رو با شامو بگیرم. چی حقه؟ حق چی رو بگیری؟ یعنی یه تیکه از اون خدا بیامرز نباید به ما میرسید؟ چی؟ یه تیکه؟ یعنی پدر من مگه پارچه مکهیه که برمیگردی میگی یه تیکه؟ والا مکه هم که تو رفتی نذاشتی اون بره. شوهرتو شرایط مکه رفتن داشت؟ این مکه میتونست بره؟ اون خدا بیامرز اگه برای ما چیزی نداشت برای شما خیلی چیزا داشت. کردنش یه تیکه فاتحه. اون یکی برداشت یه فاتحه گفت تو راننده مجلس شدی. اون یکی یه تیکه برداشت یه تیکه فاتحه گفت هما خانم شد اخبارگو. چی میگه؟ اون یکی یه تیکه برداشت این دراز رفت نساجی. چی؟ آقا من دیگه رد دادم. من با پارتی بازی رفتم نساجی؟ من پترچک ایرانم. تو قد ببین این قد این پتانسیل ببین. تقی دست زنده بگی ببا. معلوم نیست کدوم تیکه اون خدا بیامرز رو دادید که آرشگاه فهیم درست شد. لا اله الا من پول شوهر خدا بیامرزم دادم آرشگاه زدم. چش نداری سربلندی ما رو ببینی؟ جمیل خانم جسارتاً مباحث دارید با هم مخلوط میکنید. الان هم معلوم نیست کدوم تیکه اون خدا بیامرز رو داده بودید که این آزاد شد. لا اله الا الله. خانم منو رهبری آب کرده. چی داری میگی تو؟ من از در راه ندادم. درو بر من بستن. نقی تو یه چیزی بگو. بکش این صحبت ها رو نکن. ما پدرمون رو در راه رضای خدا دادیم. آخه یعنی چی تیکه تیکه؟ جان چهار تا آدمی زادم رو نجات دادیم. یخچال خونت که نبوده، فرش زیر پات که نبوده، بابای همتون بوده دیگه. یعنی اون نباید یه سهمی داشته باشه؟ سهم چی؟
نقی که سهمشو از خونه پدری بخشید به تقی، خودتون فروختین، نمیدونم چطور تا تیر تخت خریدین، بقیه‌ش هم معلومه چیکار کردین. بقیه‌ش هم داداش زحمتش کشیده، مال خودمون بوده، دوست داشتیم آتیشش بزنیم، اشکال داره؟ تقی یا من یا اینا، من رفتم، یه حق انتخاب به خود میرم دادگاه، تکلیف منو با تو روشن میکنم. تو مرد خاکستر هستی، مرد خانومی، دستور چی میفرمایین شما؟ تقی جان، من میگم یه چند روز پیش ما بمون ببینیم تکلیف چی میشه. داداش غصه نخوری ها، من خودم کارهای طلاق تو رو میکنم، غصه نخور. خب آقا تقی، من یه چند تا رفیق گردن کلفت توی زندان پیدا کردم، اینا رو زنگ بزنم میان اینو جوری کتک میزنن که بیاد کف کفشای تو رو ماچ کنه. بزنگم یا نزنگم گل؟ جمیل جان، جمیل جان این ماجرا رو جمع کردی. دیگه داداش وقتی با سیاسی میاسیا میپری همینه دیگه، یاد میگیری. جمیله رو خدا برای ما رسونده، نه ارسطو یه جور رفته بود که دیگه بر نگرده. آجی؟ بله. فندک تو کار نمیکنه، کبریتا رو کجا میذاری؟ از همون بالا. چی شد؟ بابا این فندک این علکی ترسی. آخه من لبام دیگه جای تبخال نداره ها. هفتیر میکشی تو این خونه؟ باجان اصلیش نامه زدیم بیارن، این علکیه. آره فندک میگیرن آفاشو تحویل میدن. به تو ربطی نداره. اما میگم میخوای از این ماسکای سرماخوردگی بذاری رو صورتت، بزرگ این کریمایی رو کاور میکنه. اخبار میخوام بگم، از پشت ماسک خبر بگم؟ نکن اون تو لیوان است که. پس من تا تش بخوری یا؟ میخوره بابا، این آبشار نیاگارا است، تا آب از اون بالا شر و شر و شر بیاد برسه این پایین خیلی طول میکشه. آقا میذاری آب خوش گلوی ما بره پایین؟ نشی دستات بلنده، بپر تو حموم، یه چپ و راست کمر عرسول کیسه بکشه بیا بدو. او رو من کیسه بابام هم نکشیدم، من الان میخوام برم نساجی تمرین دارم. آقا بلند شو یه دستی به کمر این برسون واسه من نساجی. آقا 50 نفر تو زمین علاف باشن که من میخوام یه حبسی کیسه بکشم، میخوام برم نساجی. آقا نساجی 3 تا دروازه‌بان داره، اولی اگه مصدوم بشه، دومی اگه معروم بشه، سومی اگه معدوم بشه، شاید کار به چهارمی بکشه تو بری وسط زمین. برو شین کیسه کن بیا بابا. فهیم تحویل بگیر. ببین چجوری با قهرمانشون صحبت میکنن، ببین چجوری رویه میدن. همین که من تو این خانواده تزریقی نشدم، شیشه رو بغل نگرفتم، واقعا من خدارو شوکه. تو این سس میشه دروازه چهارم هم نزده. چرت و پرت نگو، من دیگه رد دادم، من خودم 1400 تا فالوور دارم، 50 نفر منو تگ. به 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 جانم آقای بیرانوند، مخلصم جان. بیرانوند؟ به حضرت عباس داری دروغ میگی. بیرانوند دایی؟ نه بابا، چاخان میگه. بیا بیا اوکه، راننده مجلسیم، نماینده مجلسیم، چیم آخرش کیسه کشیم، بده من آقا. آره نه شما چرا آخه، شما با این جای مهر اصلا جایز نیست کیسه من بکشی، بفرمایید شما. آقا کراهت داره بفهم، این جای مور نیش عنکبوته، فقط اینجا نیست، گله گردن منو زده، پهلو منو زده، همه جا رو زده. ببخشید چرا بچه حرف میزنید تو؟ یعنی عنکبوت عد اومده بین الابروی تو رو زده؟ یعنی با این گوگل مپ دقیق نشونه گرفته اومده جای مور رو تو رو پیشونی زده که بشه مجوزی برای تو که بری توی مجلس، که بشه مجوزی برای اینکه اسلحه کمری تو پرشالت بگیری؟ آقا ما رو به تو بسی ها، من دیگه نقی معمولی سابق نیستم سر. بله میدونم شما دیگه نقی معمولی نیستی، نقی ویژه هستی، نقی پلاس هستی، نقی دونونه هستی. آقا من بر اساس قابلیت هایی که داشتم راننده جناب آقای مالکی نماینده مجلس شدم. بر اساس قابلیت هایی که داشتی یا بر اساس قابلیت کلیه که به حاجی دادی؟ آقا جان، حاج آقا مالکی کلیه میخواستن، پدر منم در اون وضعیت بود، کلیهش در آوردن دادن به ایشون، اصلا هیچ ربطی هم به ما نداشت، خود اهدای عضو اینه اهدا کرده. بعدم کلیه تو بدن جناب آقای مالکی باشه خیلی بهتر از اینه که تو بدن یه آدم لاابالی مثل ارسطو مثل نه خجالت نگه مثل رحمت باشه.
خب شما خودت بین خوب و بد بدتر کدوم انتخاب میکنی؟ خوب انتخاب میکنی دیگه. از این وقت به جای مرحوم پنجلی معمولی باید بگیم قیمه پنجلی. آقا جاش وسط بهشته. حالا امشب شما یه جشن، ببین جون چند نفر نجات داده. بله آشه من میام همونجور که شما اومدی زندان. نه. چقدر این چشمای من به در زندان هر دوشنبه بعد از ظهر خوش شد که شما بیای ملاقاتی من. خیلی انتظار کشیدم جانم پسر. حالا من درک میکنم، حقیقتا درک میکنم اتفاقاتی که افتاده شده رو قشنگ درک میکنم، ولی شما قانون و مقررات مجلس رو نمیدونی. من کرده چی نمیدونم؟ من کرده بودن از بالا، از بالا همه چی رو زیر نظر داشتم. از بالا بیا کیسه‌ت رو بکش گل، بیش از این ذهن منو جراحت نده. حضور من پسر خاله در مجلس، یه جوری میگه حضور من در مجلس انگار هر روز هفته صبح باید اونجا باشه ساعت بزنه جلو پای لاریجانیشون نطق خارج از دستور بخونه. بگو حضور من در پارکینگ مجلس، در موتوری مجلس. حضور من در موتوری مجلس. آره در پارکینگ مجلس. الان شما لختی، شرایطش داری؟ من لباس تنم گلوم خفته، پدرم در اومده. شما من بعدم استنبای حاجی ام. دور بزن من کمرتونه. آقا لازم نکرده، شما با زبون تلخت کیسه منو کشیدی. لازم نیست، شما بفرما برو، من خودم میکشم. خیر کیسه نه نمیخواد. کیسه تو رو من چیه؟ پروانه چی میگه؟ پروانه گلی در حال پرواز است و گل پروانه در بند گل. مخبخ زدی؟ جان این برعکس چی میگه؟ این برعکس زدم دیگه، یارو کم سواد بود، بیشتر تصویری کار میکرد، اینو برعکس زده. مثل عشق پشقیه؟ نه ولی کن چیز مهمی نیست، کیسه تو بکش. نه اونجا مثلا زندان مورد ازدواج چیزی پیدا کردی؟ آقا من دانشگاه نرفتم، زندان رفتم عزیز دل. ناهید؟ جان؟ ندا نیلوفر؟ از نون ما کسی رو تو فامیل نداریم. بعد من قبل زندان که جیک پوک ایتوری میدونیسم. این چیه؟ این چیه؟ بلکه مهم نیست جان پسر خاله، من احساس کردی حتما باید دختر باشه؟ آه چقدر ذهن تو خرابه؟ طرف مرد بود. مرد بوده؟ بله مرد داخل زندان. این اول اسم نقیه. نقی یاور همیشه مومن نقی. منو جان بزن. بله جان بزن. حالا ما فایده ای تو بشه بزن. خیال برای نداره. این مال همون یه ماه اول زندان بود. بعد دیگه شما رو شناختم، فهمیدم چه کار هستی. میخواستم یه خط بغل این بذاره یارو مردی خالکوبه که این آزاد کردم رفت. بعدش هم می‌خواستم با اسید بشورم که دیگه آقای رسولی و بقیه رفاق رو بقا نذاشتن دیگه. من نوکرتم بسر خاله. کیسه تو بکش گل. چه بیا بکش. بیا من تو رو میبرم بیرون، بعد همون یک دستور لباس کوچه‌وار ترتمیز میدم، با هم دیگه میریم جشن. من جشن نمیرم. آقا شما خاکسپاری بابا رو که نبودی، سالگردش که نبودی، هفته که نبودی، هیچیش که نبودی، حداقل جشنش باش پسر خاله. نه گل من نمیام، خودت برو. آقا بذار من کمر تو رو بکشم، تو رو ببرم بیرون، حالا یه چای آب شربت چیزی بخوری حل بشه جان پسر خاله. آقا صابون بزن رو. آقا من دیگه رد دادم بابا، چند بار بهت بگم برو این خال بسوزون، انقدر رو اعصاب من نرو عزیزم. بابا آخه چیه این سیبل تیراندازی وسط دو عبود؟ خب ببر بسوزون دیگه عزیز من، عشق من، فیوریت من. این خال وسط دو عبود شما در آینده روابط ما داره تأثیر منفی میذاره. خب همه گفتن قشنگه، همه بهت میگن میاد. آره خب اگه همه میگن که پس کات 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 کات. یواش یواش. پسر جان مگه فرغونه اینجوری سوار میشی؟ دوست داشتم به جای اهدای بازی سخت رو ببن سردمون میشه. کسی واسهتون دعوتنامه نفرستاد؟ مشکل دارید لیموزین بابا رو بغل کنید. ماشین بابا جا نداره. همین بگی میخوام ماشین با کلاس سوار شم. سینه پهلو میکنی میمیری یا؟ من که مجاز اومدم. بدبخت تحریمیم یه قطعه میخواد نیست، فهمیدی؟ خیلی داریم فک میزنید. بابا بیاید دیگه. جی جان من خودم استنبای حاجی هم، این یقه منه کاش که میبستی. کو؟ آقا ما موتور داریم خودمون، با عرصو بیاییم دو تایی. آقا وقتی لیموزین هست آدم چرا سوار موتور بشه؟ جا هست اصلا بابا. برگشتن سینه پهلو میکنه دیوانه ای؟ والا ماشین بهتاشم چیزی هم، موتور کم نده. آه
ببخشید. کنار بنازم جعبه خالی رو با خودش میکشه. داداش داداش اینه بگو این ماشین نیاره، این ماشین سرلخت مایه آبروزیه. بعدن زبونمدار اونجور میگن اینا اعضای باباشون دادن این ماشین غیرتیار سوار میشن. نه بابا مردم همینجوری حرف میزنن. بداش شما پسر ور میداش این ماشینه دو تا ستون میزدی یه ایرانی میکشی خودت خلاص میکردی. با این چه حرفیه داری شما میزنی؟ این یه قطعه میخواد تحریم، خودم پیداش میکنم. بفرمایید آقا ور میداش این دو متر که کاری نایلون پیچ میکردی تموم. چه شما بفهمی قایق موتوری تسوار شد؟ زراش داداش دره بزن. آقا دره بزن. الو سلام. آه بله بله سلام، خوب هستی؟ بله 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 اوکی. امروز چی ما؟ آخ 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 کانسله؟ بله 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 امشب چیه؟ بله متوجهم چشم. بله نه خیالتون راحت، حتما میام حتما. بله بله میبینم تو. خدافظ. چی شد؟ یا خدا نقید بدبخ شدم. چی؟ بابا مرد؟ چی میگی؟ بابا مرده ها؟ گوینده خبر امشب تو راه با موتور تصادف کرده. آشنا بود؟ نه. ها؟ آخ 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 این خانم جهانی، من تو زندان هر شب با اخبارش بودم. آره چه نازنین زنی بود، خدا رحمتش کنه. نه مرده بابا، خدا نکنه، تو بیمارستانه، فقط نمیتونه خبر رو بگه، من باید بجاش برم. یعنی چی؟ نمیشه که اینجوری. آقا بشینید بریم دیگه. نه اجازه بده، اینو اینجوری نمیشه، زنگ بهشون بزن. نه اخی من استنبای بودم، بهم گفته بودن. نه دو روز زودتر بعد خبر رو میگفتن، تو خبر رو حفظ میکردی، اینجوری میدی گن میزنی. نقی کسی خبر رو حفظ نمیکنه که. نه جان خبر سرود که نیست که. اصلا خبر ممکنه همون لحظه به دستت برسه. نه عمر جان شما اینا رو زنگ بزن، بگو مجلس پدر شوهر من رئیس صدا سیما هم که بیاد اصلا امکان نداره، من کنسل نمیشه. نه من میرم. یعنی من به کارم میرم، من جشنو نمیام نقی. آبجی یعنی نمیخوای بیای؟ نه فقط تبخالا رو چیکار کنم. آقا پس شما برو داخل هما جان، من خودم میام صدا سیما دنباله. نه یا دنبالم نقی، من هول میشم، همون دو کلو میام که بلدم یادم میره. نه یا آبجی جان شما کجا؟ چیه داداش باید بریم جشن دیگه. آقا بیا برو یه دستی سر صورت اینه بکش، این اخبار داری تبخالا رو برده یه کاری بکن. نه داداش من هر جوری حساب میکنم بعد امشب جشن بیام. بابا بیا من تنها دختر این، خدا بیامرزم داداش، شاید اونجا من کار داشته باشم، من صدا بزنن، بخوان یه لوحی من بدن. این مغز در نطفه خفه کن، اونجا اگه خواستن لوحی چیزی بدن من یه روبا میزنم، گل میزنم، یه شیرینی میذارم روش تقدیم میکنم. بفرما سارا نیکا بودی شما برید مامان کمک بدید. چی؟ بیایم بریم پیاده شیم، ما خودمون میخوایم سر تای جشن هم بیاریم، بیایم اخبار ببینیم. پیاده شیم. یواش ماشین خدن یواش. دکتر کجا؟ دارم میرم کمک کنم. بابا ما هم اینجا بشین، چهار تا زن تنها هستن، شما اون وسط چیکار هستی؟ اوکی میام عزیزم. ممنونم، من تو اون ماشین راحت ترم. اینجا راحت بشین بریم. آره بشین گو بشین بریم. خاله وامونده همین امروز باید میرختن بیرون. ما مغنم سرمیر سرت کنی ها. باشه ماما. آبجی اجازه ندادی من این ابروی تو رو تتو کنم. تتو دوست ندارم، فهمه فلم کن. حیف نبود؟ الان ابروی درست کرده بودی؟ یه دونه مغنه گلبهی میذاشی سرتو، میدونی چه جلوهی قشنگی داشت؟ گلبهی خوب نیست، صورتشو چاق میکنه. کی میگه؟ ماما سرمیر رو سرت کن. باشه. تو چی میدونی از مود؟ تلفن آبجی. آره جواب بده. الو سلام. آه سلام قربان تو. کیه؟ آره دیگه من خونی زنداداش منم. بله بله ایشاله به سلامتی، امشب ساعت 12 اخبار رو میگه. فهمه به کی داری میگی اینو؟ خانم من نمیگم، میگه نقی تو گروه پیام گذاشته. ببین چه کارایی میکنه این نقی. آره حتما بشین ببین. مامان اول بیا این لقمه رو بخور. نه مامان آره نمیشه بخور، یه چای بر من بریز، من با بیسکویت بخور. مامان داره بیرین زفت نه اصلا دورت بگردم، الان حرف شما میزنی خود حالا من بخور. باشه کاری نداری، سلام برسون، اخبار تکرار نداره ها. خدا حافظ. We'll be right back.
جان، بابا جان، آقا باید اکثر دیوار شدی بابا جان، فدای تو بشن، کلیت به یکی دادیم، قلبت به یکی پیوان زدیم. کاش که مغزت که فراموش کار بود، آلزایمری بود، به خدا پیوان میزدیم، من غمت فراموش میکرم بابا. خمو پنجلی رفتی، من نبودم زیر تابوت تو رو بگیرم، من نبودم خاک تو بریزم به سر. خودش من عرض کردم که این خدا بیامرز اصلا خاک نداشت. من اگر یک حامی توی کل زندگیم داشتم همین بزرگ مرد بود. آخ چقدر منو دوست داشت، خار به پای من میرفت انگار به چشم این مردی میرفت، چقدر منو دوست داشت. واه برادر من، عزاداری بکن ولی دروغ نگو، ایشو شما رو با آجر توی دیوار فرق نمیذاره. خیلی من دوست بود یا کن از سعین بانی لم یلت چه؟ بانی دوش بینام بانی دایی بینام بانی واقعا بینام بانی سویلوه ایوان بینام بانی تو علی آباد کفر و ایمان چه به هم نزدیک هست. من این ترک بیش از 100 بار گوش کردم. چرا چرت داری میگی؟ قرص قمر خونده دیگه. اوکی آخرین آهنگی که من حفظ کردم پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیارت. بابا این جوجه خواننده کی هست؟ من نمیشناسم کی هست. آقا قرص قمر معروفه؟ معروفه، قرص قمر آهنگشه. بخون عاشق و در بدرم تو این قرص قمرم ای بینانبانی. نه این قرص قمره سیبیلوه. بینانبانی فدای تو بشم. سیبیلوه سیبیلوه فدای تو بشم. من آقا خواستم کفش کناتم. حالا خوبه؟ خوبی؟ سلام آقای بانی. روخنتم خوب هستی؟ خسته نباشی؟ آقای فدات بشم. یه حدس سلزو مقام میندازی، من برای دیوار آرایشگاه میرم. دست شما هم درد نکنه. برو من ما یه عکس بگیریم. اون اروان چرا اینجوری میگیریم؟ یه لحظه سه دو خیلی ما من اجازه بده گلش. من بهتاش فریبا هستم، دروازه‌بان نساجی. بچه فهیمه هست. آره من سب که تو اینستا با شما فاصله دارم. یه عکسی بگیریم. مرسی، متشکرم. آقا ما یه شباهت اسمی هم با هم دیگه داریم. من بانی هستم، شما بانی هستم. نه من بانی مجلس هم، پدرم هم باعثشه. خیلی ممنونم. من ارسطو هم هستم، بند کشیدم، تازه قفس پاره کردم. خیلی خوشم. چک برگشتیه. آقا بچه های زندان چقدر دوست دارم، همه عاشقتم. من یه سلفی بگیرم این رو پوز بدم. خاموش شد. آقا فدای تو بشم، این قرص قمرت برای من عین قرص سردرد. فدات بشم. ببین من عاشق شادی پس از گل تو بودم. ماشاءالله این وزن اینجوری تکون میده. دمت گرم آقا. معذرت، عکس من نگرفتم. خیلی ممنون. سلامت متشکرم. آقا بنام جان فدای تو بشم، من لیموزین دارم جلوی در میرسونم. قربونتون برم وسیله. آقا من میبرم تو رو میرسونم. آقا من نقشه گرفتم. آقا راهت افتاد به تهران بهارستان، نفشه بهارستان مجلس، من اونجا یه چای مهمونت میکنم. مجلس نماینده هستی؟ نخه من نماینده رو میبرم میارم فدایت بشم. زنده باشی. خیلی ممنونم. واقعا بابای من خوشحال کردی روحشه. دمت گرم. خیلی سلطانی. دمت گرم. بنام شون این دادا بنام. نگیره بنام جان. بداش داداش پسر این عکس نگرفت. نگرفتی؟ بیا تو عکس من کتفت افتاده برات بفرستم. بعد وقت من با موگرینیش عکس ننداختم. آقا نخندی شما صاحب مجلس اینا ببار دوباره بی هم تو یه لایک بده. لا لا خدا تو یه لایک بده دیگه راما. تو یه لایک بده. خانم مادمازل هم که تشریف آوردن که چه بار بکرد یه چیزی میدن شما اپولی میکنی. خیلی خوب سمت مالکی نریا. همان این دختر محمود نقاش نیست؟ اونجا کی؟ نه اونجا روبرو نشسته. بابا تو توهم زدی. نه چرا؟ چرا؟ دختر محمود نقاش. آره این بنده خدا با شوهرش مشکل داره، یه سال متارکه کردن. ای متارکه کرده؟ یعنی چی؟ چی آقا؟ یه متارکه خفه کرده همه را. متارکه کرده باشه به تو چی؟ ما
میگم این اینجا چیکار میکنه یعنی؟ آقا جشن عمومی بلند شده اومده. سخاله تو رو به حضرت عباس جان مادرت من کف پای تو رو میبوسم، دستای تو رو ماچ میکنم. این یه مورد بدجور خط قرمز منه، اما بفهمه پدر منه در میره. در مورد این یه نفر دکمه آف عاشقیت بزن، من ممنونت. چیزی نگفتم، من فقط یه سوال پرسیدم. بشین آقا بشین. دختر محمود نقاش دیک میزنه چپ و راست، باباش خبر نداره. بداش دایی. دختر نقاش باشه با پیرهنهای خوش باشه. دایی بداش، به حضرت عباس میاد میکنم میرم. نقی جان هر وقت میخوای یه کاری نکنه بگو بکن، عکسش انجام میده، بچه رو میمونه. چی میگه نقی؟ چقدر خوب شد جمیل جان آورد. جمیل جان برای حرفای احمد. آقای امینی بلند شو برو امینی بند از برق بکش، سرمون رفت. بلند شو بداشت، بلند شو کار خودته. بلند شو برو بهشون بگو تموم کنم، مامو خانم اخبار دارم، میخوام بریم به اخبار برسیم. بلند شو گل، بلند شو فدای تو بشم. آقا اینا تازه میکروفون گرفتن دست، اینا تا 50 کی فالوور نگیرن ولکن نیستن که. داداش خدای خوب میخوان، حالا من ما اینا دعوا گرفتم دل خوشی ندارم، ولی پارو حق نمیشه گذاشت. صدای نیلوفری دارن این دوتا. خیلی خیلی پیداش بلند شو پسر. خب تو که من برم جی، کاش که کفشای منو میپوشیدی. کفش که معلوم نیست فهمی، تو فقط صورتم. تو چرا گریه کردی؟ نه هیچی نیست، فقط ای کاش بابا زنده بود تو رو امشب تو تلویزیون میدید. خدا رحمتش کنم. مامان استرس نداشته باشی. مامان آب برداشتی؟ خوبم. آره آره مامان خوبم، من برم دیگه. آبجی جان قشن نفس عمیق بکش، صدای تو رو صاف کن، اصلا قوز نکنی، چی نیست. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بینندگان عزیز خبر شروع شد. همین خب تموم شد رفت. خب من رفتم، خدافز. خدافز. خب امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه. در این قسمت میخوام دعوت کنم از نماینده مردمی شهرمون جناب حاج آقای مالکی. حرف مرتب. که خودشون هم عمل پیوند اعضا داشتن تشریف بیارن روی صحنه تا از سخنانشون بهره مند بشیم. با دستای گرمتون ایشون رو همراهی کنیم. نقی جان شما کجا میایید؟ من تا اونجا شما رو اسکور میکنم. برو بشین آقا جان. خیلی خوب حاجی جان، فقط هما امشب اولین اخبارش میخواد بگه، اگه میشه شما مثل نطق پیش از دستور نشه، سخنرانی رو کوتاه کنین. سریع من نوکرتم حاجی. خلاصش مالکی مهربان امید حامی سلامت ملاقات کنین. من بعد این شعار رو تمرین میکردم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما مردم شریف و مهمانان گرامی و همینطور مسئولین دولتی، لشکری و کشوری، و خدا رو شاکرم که امشب به من این توفیق رو داد که در این جشن که در واقع جشن زندگی هست شرکت کنم و در خدمت شما عزیزان باشم. البته حضور بنده صرفاً به این دلیل نیست که یکی از اعضای پیکر مرحوم خنجلی معمولی در بدن من پیوند خورده، که اگر این نبود من باز هم خودم رو موظف به شرکت در این مجلس میدونستم. اما واقعیت اینه که مرگ از رگ گردن به ما نزدیکتره. ما هر لحظه که زنده هستیم باید شکر خدا رو به جا بیاریم و در همون حال باید به فکر آخرتمون هم باشیم. باید بدونیم که سبکباریم یا سبکبال. خدا کنه که توشه آخرتمون سنگین باشه و بالهامون سبک. مرحوم خنجلی معمولی خیلی راحت از این دنیا رفت. شاید کسی از اعضای خانواده در اون لحظه انتظار کوچ پدر رو نداشتن. تصور کنید خانواده دور سفره نشستند و مشغول خوردن غذا که ناگهان سکته مغزی کرد. پدرشون سکته مغزی بود. یعنی اگر
علت اصلی مرگ رو میگفت من پوست شما رو اینجا میکندم. به ما چه؟ سکته ای که دلیل اون هم خیلی ساده میتونه باشه. همه اعضای خانواده مشغول خوردن غذا که ناگهان لقمه در گلو گیر میکنه و تمام. آقا این علت اصلی مرگ از کجا میدونه؟ من چه میدونم؟ لقمه را کجا میدونه؟ من ندونم. اگر شما جایی نشسته باشی صحبت نکرده باشی این از کجا باید بدونه؟ بس میکنی؟ این یه حقیقتی که بالاخره میفهمیدن تا کی میخواستی پنهان کنی این قضیه رو؟ آقا شما کجا رو نگاه میکنی؟ من دارم مالکی رو نگاه میکنم. این خانوم آقا مالکیه؟ ایشون این خانوم یک بچه بزرگ دارن و درده شما نمیخواد. بچهش بزرگ بچه 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 حرف میزنی؟ من در مورد این خانوم صحبت کردم. نه خواستم اگه در جریان باشی اگه نمیدونی ایشون بچه بزرگ داره. ببینم توی این کره خاکی بچه بزرگتر از تو هم مادریم؟ یعنی چه؟ یعنی اینکه تو تو بزرگی دختر خاله باید اصلا کلن قید ازدواج و زندگی رو بزنه؟ من رد دارم این چرت و پرته چی میگی؟ ببین من که با این خانم منظوری ندارم که پسرم، ولی امروز روز داشتن بچه بزرگ خودش یه آپشن به حساب میاد. نه داداش اصلا من اگه بخوام یه روزی ازدواج کنم با خانم ازدواج کنم که بچه‌اش از آب و گل در اومده باشن، خدمت کرده باشن، ازدواجم کرده باشن. چرا؟ برای اینکه همه کارو یکی دیگه میکنه، تو فقط میشینی پدر. نه بابا از دیگران هم جلوتر هستی. نه بده من این آقا به این چه کار دارین آخه شما؟ بعدش هم شما با این خانم مشکل استراتژیک هم داری. منظور این که هما اصلا اجازه نمیده کل این اقوام نزدیک اون خانم بشه. به خاطر این چرا آقا من بده جواب اینه بدم این مجلس یادم داره صحبت میکنه احترام بذارین گوش بدین داره چی میگه. امیدوارم ایثار و رضایت شما خانواده بزرگوار مورد پذیرش خداوند مهربان قرار گرفته و باعث غفران الهی و علو به درجات آن زنده یاد گردد. آمین. خب نوبتی هم که باشه نوبت نماینده خانواده معمولیه که به روی سن میاد. اجازه بدید من دعوت کنم از فرزند ارشد ایشون جناب آقای نقی معمولی که به روی صحنه میاد. با دستای گرمتون ایشون رو همراهی بکنید. داداش رفتی بالا بگو ارشد نیستی ها جمعی چنین اصلا من بدبخت میگه باش مرد من بگیر همه گرم سالان نقی معمولی آخرش آقای معمولی اجازه بدین. خب همکارانم به من اطلاع دادن که ارتباط ما با خارج از کشور برقرار شده. یکی از هموطنان ما از کشور ایتالیا که میخواییم باشون مکالمه تصویری داشته باشیم. من از آقای نقی معمولی میخوام که با این هموطن ما به صورت تصویری صحبت کنم. بله زبان بیگانه من خیلی بده. فارسی صحبت میکنم. فارسی صحبت میکنم. فقط این مسئله حجابش حله. اینجا نماینده مجلس نشسته. خانم یاسمین سلام. خانم یاسمین صدا و تصویر ما رو دارید؟ سلام بله من شما رو میبینم. من از شهر علی آباد با اتون صحبت میکنم و اینجا جشن نفس در حال برگزاریه. اگه صحبتی دارید با مردم باصفای علی آباد بفرمایید. من سلام میگم به همه هموطنهای عزیزم. من یاسمین هستم، 20 سالمه، 12 ساله که ایتالیا زندگی میکنم. من متولد تهرانم ولی میتونم از این به بعد خودم رو بچه علی آباد بدونم. باریکلا بسیار عالی. خانم یاسمین شما تصویر این آقایی که کنار من ایستادن رو دارید؟ بله میبینم ایشون آقای نقی معمولی هستن. من فدایت میشم. واقعا؟ سلام ممنونم. سلامت باشی عزیز جان. سلام عرض میکنم. آقای معمولی من خیلی خوشحالم که میبینمتون. قلب من برای شما میتپه. این اشتباه نمیگه اینه؟ نمیدونی چقدر از این که دارم میبینمتون خوشحالم آقای معمولی. ما هست که دنبال شما و خانوادتون میگشتم. خانم یاسمین یه لحظه ببخشید
من یه نکته رو خدمت حضار محترم عرض کنم. قاعدتاً خانم یاسمین نباید ارتباط میگرفتن با خانواده معمولی، ولی چون ایشون اصرار داشتن دیگه مجبور شدیم. آقای معمولی، من به کمک قلب پدر شما عمر دوباره گرفتم. چی میگه؟ دختره قلب بابا رو داره؟ خانم شما قلب بابا رو داری؟ آروم باشین آقای معمولی. خانم قلب بابا تو سینه شما میتپه؟ گوشی رو میذاری با صدای قلب بابا میبشنوم؟ ببخشید، مثل این که آقای معمولی، مثل این که ارتباط ما قطع شده. تا رفقا دوباره ارتباط رو برقرار کنن، تریبون رو در اختیار آقای معمولی قرار میده. آقای معمولی بفرمایید. دمت گرم سالار نقی معمولی. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل اینکه من سخنان خودم شروع کنم بگم که من فرزند ارشد مرحوم پنجعلی معمولی نیستم. آقای برادر عزیز بزرگوارم تقی معمولیه که چون مخصوص با ایا هستم بنده به جایشون صحبت میکنم، سخنرانی میکنم. همینجور تشکر میکنم از تمام دوستانی که از راه دور، نزدیک، آشنا پیام تبریک فرستادم به جهت قبول شدن همسر بنده در صدا سیمای مرکز استان ساری و از امشب به وقت محلی ساعت 12 شب اخبار میگم به عنوان اخبارگو. از مسئولینم درخواست دارم که هرچی سریعتر مجلس رو خط کنن که ما جمعی بریم اخبار رو بتونیم داشته باشیم. همجوری لازم میدونم که از دستان در کاران این مراسم که پدر عزیز بندر مورد عنایت قرار دادن و امثال پدر من مورد عنایت قرار دادن خیلی تشکر کنم. این مراسم برگزار کردن پدر بنده در زنده بودش خدمات شایگان و رایگان بسیاری برای خلق الله ایجاد کرد و همینجور در نبودش همونطور که ملاحظه فرمودی خواهر عزیزمون، من واقعا فکر میکنم ایشونه رو که دیدم، فکر میکنم پدر من همچنان زنده است. خواهر عزیزمون که از کشور بلغارستان زنگ زده بود، ایتالیا داداش، ایتالیا تماس برقرار کرده بودن، قلب بابا در سینه ایشون میتپه و من واقعا خدا شایده که هیچ وقت فکر نمی کنم بابا مرده. همیشه فکر می کنم که پدر من زنده است و همینطور کلیه بابا که در همین سالن داره کار میکنه و همینجور دیگر اعضای بابا که در جای جای مملکت و خارج از مملکت داره خدمات رسانی میکنه. من جناب آقای مالکی عزیز واقعا شرم و حضور دارم، بنده نباید این صحبت رو بکنم. نماینده شرمو واقعا برای رفتن بازم ببخشی منه یه سرویس بهداشتی خیلی زج میکشن، خیلی مرارت میکشیدن، خیلی گرفتار بودن. اما بعد از اینکه کلیه بابا رو میشون سوار کردن، انداختن، پیوند کردن، ایشون
بسیار شایسته و بایسته و به سهولت این کار را انجام میده و راحت تشریف میبرن میارن. من جا داره به همه توصیه کنم که انشالله که این بلا و مصیبت برای هیچ کس پیش نیاد، ولی اگر خدای نکره اتفاق افتاد حتما خانواده ها تشریف مسایی بکنن، بیان با هم دیگه جمع بشن، هم فکری بکنن که حیف واقعا حیف عزیزی که مرگ مغزی میشه این جنازه زیر خاک بپوسه علکی، در حالی که میشه 4 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر نجات داد. من بنده در مسیر که میامدم خدمت پسرخاله عزیز عرض کردم که پسرخاله جان، اون کجا که کلیه بابا در بدن یه آدم شخیص، یا آدم وزیر جناب آقای مالکی، نماینده 15 شهر رو تشریف بفرمایید. اون کجا که کلیه بدن بابا در بدن یه همچه آدم شریفی باشه، اون کجا که خدای نکرده در آدم ندون به یه دوست باشه. نه اون که خدا نکنه، ایشالا به دور باشه یه همچه چیزی. شما از کجا میدونی نیست؟ آقا بذارین آقای معمولی حرفشونو بزنه. اجازه بفرمایید، چون ایشون فرمودن من جوابشون همینجا بدم. من به شما اطمینان میدم که تحت این شرایطی همچه اتفاقی نیفتاده، که اگر خدای نکره اتفاقی افتاده بود و عضوی از بابا در بدن یه آدم ناساله ناشایست بود، من قول میدم به شما برم چنگ بندازم از تو تنش بکشم بیرون. شعار نده آقا. من دارم شعار میدم. خواهش میکنم نظم مراسم رو به هم حرفمو بزنم آقا، اجازه بده. من با اصل قضیه مشکل دارم. اصل قضیه چی؟ چرا ستاد پیوند نباید تحقیق کنه ببینه این عضو به کی میدن، کجا میره؟ آقا این چه حرفیه که شما میزنی برادر من؟ هدف ستاد نجات آدم، فرقی نمیکنه براش. بله آقای مالکی باشه، آدم با شخصیت، آدم بزرگوار، بالای سر کلیه مرور هم تو بدن ایشون اشکال نداره، ولی سوال من اینه جناب مالکی، آقای عزیز، جای این صحبت اینجا نبود. اینجا گفتیم منم جلوی جمع جواب شما رو میدم. اون موقع هم شما اومدی دنبال لوزالمعده بابای من، من به شما گفتم، گفتم دست من نیست، ستاد اهدای عضو تعیین میکنه. ستاد میگه کی؟ ستاد میگه کجا؟ در چه وقت؟ صف مالکیه، نوبت مالکیه. من حرفم برای خودم نیست آقای محترم، از پدر من که گذشت، ولی این کار شما کار درستی نیست. آقا خواهش میکنم این بحث رو بذاریم برای بعد، برای پیوند اعضا بیمار با تو نوبت باشه و طبق نوبت اعضا رو دریافت کنه. حالا مسئله گروه خونی به کنار، خواهش میکنم بفرمایید. آقا اینجوری هم که شما میگی نیست، حالا دهن من بسته، خیلی حرفا رو اینجا نمیتونم بزنم. آقا عزیز، مگه کار برای تو رو از این ماشین برداری نصب کنی اون ماشین؟ چی میگی تو؟ بشین آقا، چرت و پرت نگو بشین. اصلا پدر من نه، یه آدم دیگه. من میگم چرا لوزالمعده ای که باید جون یه آدم سرپادار نجات بده، چرا باید جون یه دزد نجات بده که الان معلوم نیست اصلا کجاست؟ آقا خجالت بکش، بشین سر جا، احترام مجلس نگهدار، احترام پدر ما رو نگهدار. دزد چی؟ این صحبتو چی میکنی؟ آقا بفرمایید، آقای معمولی خواهش میکنم. آقای معمولی با پول دزدی لوزالمعده پدرت رو خریدن. من رفتم پول گرفتم؟ بله من رفتم برای اعضای بابام پول گرفتم. بله گرفتی، حالا مستقیم نگرفتی ولی برات گرفتن. نه این برادر تو، اونا فرزانه تو، اینا پول گرفتن، چک گرفتن. ما چک گرفتیم؟ آقا بیشتر واسه لوزالمعده پدر بدیم پول بگیریم؟ آقا اینو بعد بیاریم من اینو کتک بزنم ببینم چیه؟ چه پول گرفتی؟ حرفا میزنی آدم تعلیل میکنم. یا بیرون آقا، یا بیرون تا من کتک بزنم. آقا بلکه آقا بابا هایی بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. آقای محترم اینجا ببینم، چرا با آبروی خانواده بازی میکنی ها؟ محمد ولش کرده، محمد دلش رو پر کرده، از این دروغا چه نفع میگی تو؟ الو مامان جان، جانم مامان نقی جان، صدای منو؟ چه خبره اونجا؟ نه من یه چند دقیقه دیگه باید دارم برای پخش. آره نقی، چرا انقدر شلوغه اونجا؟ چه خبره؟
هما جان همه چی عالی، عالی عالی، همه چی عالی. این سرصدا برای بابا. من جشن به این خوبی ندیده تو جان تو. یه دقیقه گوش میدی؟ ببین من دارم از استرس میمیرم. گفتم قبل از که برم جلوی دوربین باهات حرف بزنم بلکه خدا آروم شم. الان تو این وضعیت داری تلفن صحبت می‌کنی یا ملت رو سبق کن؟ ما استرس داده داره میده جلو دوربین دارم آرومش می‌کنم. آقا ملت رو آروم کن، هما رو بلکن. جا آقا نه. الو هما جان نفس عمیق بکش. آقا اینقدر عمیقش عمیق‌تر. آقا اینقدر عمیقش نکن، خورد به نفس. بیا برو آقا، به جایی که ناز زن تو بکشی بده رو آقا داره توی دست خود نمیشه. برو من اومدم، برو من اومدم، برو ضربه حبس داره. آقی اگه خندم گرفت چیکار کنم؟ داره من کلم از استرس میمیرم. هما جان یعنی چی استرس داری؟ آخه تو اصلا استرسی نبودی. تو خود داروی ضد استرس منی هما. میدونی چیه نقی؟ الان میرم بهشو میگم من آماده کشو ندارم. یعنی چی نمیتونم کنم؟ ما روزه سختی رو با هم دیگه پشت سر گذاشتیم. هما جان شما گاو عزیزم، میگم شما گاو پوست کندی رسیدی به دومش، حالا میگی میخوام من نباشم انجامش نمیدم؟ اصلا یه همچی کاری نکنی عزیز من. به روزه خوب فکر کن. الان قلبم داره از دهنم میزنه بیرون. الان روز خوب یادم نمیاد. چه روزی یعنی؟ مثلا به روزه خوب، مثلا روزی که داداش تو بابای تو مامان روزه خوب، مثلا روزی که دوغلی ها به دنیا اومدن. دوغلی ها رو یادته؟ آخ هما چه روز خوبی بود وقتی خدا این دوتا بچه رو به ما داد. پرستارا این دوتا فنچ آوردن گذاشتن تو بغل تو. اونه یادته هما جان؟ هما جان یادته؟ چقدر من عشقیختم، چقدر تو عشقیختی، چقدر بابای تو عشقیختی، چقدر مادر من عشقیختی، چقدر این عشقیختی. هما جان فکر کن خدا این دوتا بچه رو به ما نمیداد، چقدر سخت بود برای ما، چقدر گرفتار میشه دیگه. هما جان من به شما گفتم ولی شما چون دو قلوزا بودی ما اشتباه کردیم. ما باید دوتا دیگه میآوردیم. دوتا دیگه باید ما میآوردیم هما جان. آره دوتا بچه پسر میآوردیم، دوتا دختر داشتیم، دوتا پسرم میآوردیم، جنس ما جور میشد. من نباید حرف تو رو قبول میکردم هما. من چقدر به شما گفتم هما جان عزیزم، ما باید دوتا دیگه داشته باشیم. دوتا کمه، الان سن سال ما رفته بالا دیگه. ما بعد چجوری بچه دیگه چرا قبول نکردیم؟ الان اصلا نمیخوام دیگه با هم حرف بزنی. باشه الان دیگه راجب این چیز اصلا حرف نزن. خانم سعادت. بله سعادت کجای شما؟ بفرمایید آقا. ببخشید تلفن ضروری بود، بعد زنگ میزدم. چشم ببخشید. معذرت. بفرمایید شروع میشه الان. آقا ساعت چند عمه؟ من نمیدونم عمه، من نپرس. شروع شد سارا بیا. یا اول فضل عباس شروع شد. رمزی گوشه چنده؟ 1347. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز، توجه شما را به اخبار شبانگاهی جلب می‌کنم. همه کشاورزان خسارت دیده از سیل تا 10 روز آینده کمک بلاعوض خود را دریافت می‌کنند. مدیر کل جهاد کشاورزی مازندران گفت در سیلاب اواخر پارسال همه تبخالش بود. بابا اینو گریم کردن. زراعت، باغ، دامپروری و طیور خسارت دیدند و 41,000 پرونده صدا رو زیاد کنی کار. وی با بیان این همه بیا این ور 50% خسارت دیدگان کمک بلاعوض خود را دریافت کردند افسود. پرونده بقیه خسارت دیدگان تکمیل و به بانک ارسال شده است. توجه شما را به چند خبر خارجی جلب می کنم. به گزارش اسوسییتد پرس، بوریس جانسون نخست وزیر و رهبر حزب محافظه‌کار از طرفداران جدی برگزیت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا. یه ثانیه دیرتر اینه گفته بود، من سخته زد. اما تلاش‌های او در این زمینه در دوره قبلی پارلمان به خاطر نداشتن اکثریت لازم بی نتیجه ماند. من نمیتونم، قلب من داره دهن من میزنه بیرون. خدا نگهدار.
وای خدا یه شکر عالی گفت عالی بود خیلی قشنگ دیدی آشه دپرس چجوری قشنگ گفت دیدی خانم بلند شو برو تلفن منو بردار بیا اسفندم بیار دود کنیم